بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، الحمد لله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الکون فی کتاب مستور فی رق منشور به قدر مقدور علی نبی محبوب، الحمد لله الذی بالعز مذکور و بالفخر مشهور و علی السراء و الضراء مشکور و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی درود و سلام و تحیت فراوان دارم. حضور شما را در این محفل روحانی گرامی می‌دارم و امیدوارم که باعث ضایع شدن اوقات شما نشوم. همانطوری که استحضار داریم در نوبت‌های گذشته کارهای دیگه میشه اینجا. بله ببخشید، خیلی شرم. یادشون رفته خاموش کنن. همونطوری که استدلال داریم در نوبت‌های گذشته سیری داشتیم در اندیشه‌های معطر امیرالمومنین امیر کلام علی علیه السلام. رسیدیم بحثمون رو به اینجا رسیدیم که در شرح نامه 31 نهج البلاغه امام اشاره کردن به نقش حکمت در آبادانی دل و من خدمتون توضیح دادم که مقصود از حکمت در این ادبیات دینی و عرفانی ما چه چیزی هست. حکمت برخلاف تصوری که بعضی ها فکر می کنند به معنای فلسفه است و اون حکمت یونانی به ذهنشون میاد، گفتیم که این حکمت، حکمت قرآنی و حکمت ایمانی است. از نظر لغت معنای حکمت رو برای شما تبیین کردم که به معنای من است. حکمت عبارت است از اون دانشی و عبارت است از اون امری که پایایی و پویایی دارد و مطابق با واقع و مطابق با حق است. این در لغت و در اصطلاح که وقتی که ما اشاره کردیم به حکمت، گفتیم که در قرآن کریم در دو جا خداوند اشاره دارد به حکمت نظری و حکمت عملی. یکی در سوره اسراء هست که آیات سوره اسراء رو اجمالا خدمتون توضیح دادم که صدر اون با توحید و نهی از شرک آغاز شد و پایان اون هم باز با توحید و نهی از شرک آغاز شد. قسمت دوم رو امروز من یه بررسی اجمالی دارم که ما کاملا اشراف بر این مطلب داشته باشیم که وقتی که امیرالمومنین میفرماید و نوره بالحکمه، قلب خودت رو نورانی کن به حکمت، انسان چگونه به این حکمت میرسه. گفتیم که این حکمتی که در این آیه و در این آیات ذکر شده، هم حکمت در صحنه اعتقادات و معارف است،
هم در صحنه اخلاق است، هم مربوط به احکام ناظر به عبادت است و در همه ابعاد این حکمت رو خدمت خانم‌ها و آقایون توضیح دادیم. خب حالا این آیاتی که امروز میخوام بررسی کنم، آیات مربوط است به سوره لقمان و لقمان به عنوان حکیم در ادبیات دینی و عرفانی ما معرفی شده. آیات از اینجا آغاز میشه که خداوند میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت را دادیم. پس لقمان حکیم که گفته میشود، وجود لقمان مزین به اون حکمت قرآنی که خداوند میفرماید من به هر کس حکمت بدم خیر کثیر دادم. بارها اینو بنده تکرار کردم، وقتی که خداوند در قرآن از دنیا سخن میگوید، میفرماید که دنیا متاع قلیله، اما حکمت را میفرماید حکمت خیر کثیر است. خب این خیر کثیر را به لقمان ما عطا کردیم. بلافاصله بعد از این که میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، یه جمله ای داره انشکر لله. این کلمه ان که در زبان عربی به کار گرفته میشه معانی متعددی داره. یکی از معانی غالب کلمه ان در قرآن به معنای تفسیر و تعلیل هست، یعنی علت رو بیان میکنه. دیروز عرض کردم مثلا شما میگید که جئت و من آمدم ان ازورک، برای اینکه تو رو زیارت کنم، یعنی علت آمدن من زیارت کردن تو بود. حالا علت این حکمت و یا حتی پامون بالاتر بگذاریم، جوهر حکمت و ماهیت این حکمت که خدا به هر کس بده خانه دل او روشن میشه و حضرت علی میفرماید و نبر و بر حکمت، چیزی جز حقیقت شکر نیست. و اینجا آیه قرآن که تفسیر میکند حکمت را به شکر، تبدیل کرده و معطوف داشته نظر خودش رو خداوند به یک مفهوم بسیار فرده در ادبیات دینی و عرفانی ما، مفهومی که بسیار شهرت دارد، کثیر است، زیاد دیده میشه در ادبیات دینی، تو قرآن ما، تو ادبیات عرفانی ما، تو ادبیات دینی ما، اما متاسفانه نادر است. یعنی شکر یک مفهومی است که نادر است و بهترین حال روحی یک انسان عارف است که کمتر فضیلتی است که خداوند از نادر بودن او گله کرده باشه. مثلا خداوند هیچ وقت نمیگه کم هم کسانی که تقوا دارن، کم هم کسانی که ایمان ندارن، کم هم کسانی که صبر ندارن، ولی در قرآن به صراحت میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار من کم هستن. و در بین تمام مفاهیمی که در عرفان و یا در شریعت به ما ارائه میشه، اکثر این مفاهیم یک مفاهیم کلانن که دور از دسترس همگانه. مثلا شما میخوای تجربه کنی تجربه های عارفان رو، خب نمیتونیم، ما میگیم ما ضعیفیم. مثلا شما ایمان رو میخوای تجربه کنی، شما حتی به یه بچه 6 ساله میخوای بگی ایمان رو تجربه کن، اصلا نمیتونی بگی ایمان رو تجربه کن. خود من هم، خود شما هم در تجربه ایمان موندیم، چون اصلا ما نمیدونیم ایمان چیه. ما ایمان رو نمیتونیم، مشت پر کن نیست که بگیم ایمان اینه. ولی یا مثلا فرض کنید خوف، خوف رو شما میخواید تجربه کنید، چگونه میتونیم انسان خوف رو تجربه کنید و بسیاری از مفاهیم دیگه. اما شما به یه بچه 4 ساله میتونید دقیقا نشون بدی شکر چیه و شکر را عملا در زندگی شما تجربه بکنید. و مرحوم حاج عبدالله انصاری میگوید که شکر هم از بدایات است، هم از غایات و نهایات است. یعنی شکر هم در حقیقت مطرح میشه، هم در طریقت، هم در شریعت، در همه جایی شکر مطرحه. یعنی شکر گاهی به صورت یک اسبی است که شما سوار او میشید تا به حق برسید، یعنی با شکر میرسید، و گاهی وقتی میرسی حال شکر به تو دست. یعنی شکر در اونجا حقیقتی است که تو به او دست پیدا می‌کنی. و اصلا توجه فرمودید، یعنی وقتی از شما سوار بر ببینید، الان روزه مرکب، روزه قایت نیست، اصلا روزه جزء قایات نیست. یعنی خدا ما خلق نکرده که روزه بگیریم، و
ما بگیم حالا روزمون رو گرفتیم. نه، روزه اسبی است که شما سوارش میشید که برسید به یه چیز دیگه. اگه نرسیدید به اون چیز، شما روزه رو فقط در قشر و در پوستش انجام دادید. خدا هم بهتون جزا میده، اما شما به حقیقت روزه نرسیدید. خداوند میفرماید لعلکم تتقون، برای اینکه شما به تقوا برسید. پس روزه جنبه طریقتی داره، جنبه حقیقت نداره. نماز هم همینطور، نماز هم جنبه طریقتی داره. یعنی شما تلاش نمیکنید تا به نماز برسید، نماز رو میخونید تا به چیز دیگه ای برسید. اقامه صلات برای چیز دیگه ایه. اصلا این که خداوند میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم جن و انس مگر برای عبادت. تازه این آیه هم نسبیه، یعنی خود عبادت هم غایت نیست، خود عبادت هم مرکبه برای یه غایت دیگه. در قرآن میگه و عبد ربک، پروردگارت را بپرست، حتی یعطیک کل یقین، تا اینکه به یقین برسی. پس معلوم میشه که خود عبادت هم مرکب است. اما شکر هم مرکب است، هم چیزی است که شما با این مرکب میخوای به او برسی. متوجه هستی؟ یعنی در یک کلاسی شکر به عنوان طریقت مطرح میشه و در یک کلاسی حقیقتی است که بر قلب ما نازل میشه. بنابراین شما روزه میگیرید که به تقوا برسی. تازه خود تقوا هم غایت نیست، خود تقوا هم برای که به شکر برسی. در همین آیات مربوط به ماه رمضان که شما میخونید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم، بعد آخرش رد ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم لعلکم تشکرون، برای اینکه شما شکرگزار باشید. یعنی شما اصلا میگه تقوا بورزید برای که به شکر برسید. و خیلی این بحث شکر بسیار مفهوم فربهی هست و عرض میکنم پیغمبر اکرم میفرماید من از گناهان شما بر عاقبت شما و بر شما نمیترسم، بلکه بر ناشکری شما میترسم. یعنی اگه شما شکرگزار باشی اصلا تمومه دیگه. اگه میخوای عارف بشی برو شکرگزار باش، میخوای مؤمن بشی برو شکر و تشکر رو و شکرگزاری رو تمرین کن، میخوای به بهشت برسی برو شکرگزاری رو تمرین کن. اصلا از همین فردا سعی کن آدم شاکری باشی. از همین الان من شکر رو تمرین کنم، مدیتیشن شکر رو داشته باشم و این میشود حکمت، این میشود نورانیت و انسان به همه چیز میرسه. یعنی شما اگه بخوای شاکر باشی قطعا عباداتت هم انجام میدی قطعا. یعنی اگه کسی بخواد شاکر باشه قطعا میره هر چی خدا گفته انجام میده. اگه بخوای شاکر باشی اصلا گناه نمی کنی، چون شما چشمت شکرش اینه که برای رضای خدا رو کار گرفته بشه. بنابراین هیچ وقت نگاه بد به مردم نمی کنی، پس این شکر چشم. زبانت رو شکرش رو بخوای به جا بیاری باید حرفای خوب بزنی. بنابراین شما شکر زبان رو بخوای به جا بیاری، ورع از محارم خدا پیدا میشه در زبانش. شکر دستت بخواد به جای همش باید خدمت به مردم بکنی، این شکره. شکر پا رو بخوای به جا بیاری. اصلا شکر را شما بگیر و همه دین و همه شریعت و طریقت و حقیقت و عرفان و ملکوت و معنویت و نردبان و آسمان و امام و همه چی در همین شکر خلاصه میشه و میرسیم. بنده بحث میکنم نمیخوام راجع به شکر، یعنی باور کنید که یک ماه رمضان راجع به شکره. من اگر با این متونی که من مراجعه کردم بخوام صحبت کنم، بازم آخر ماه رمضان این دفعه میگیم که انشالله سال آینده یه ماه رمضان دیگه راجع به شکر ما صحبت. یعنی اینقدر غنیه، اینقدر منابع وجود داره. شما مراجعه بفرمایید کتاب همین معراج السعادهی که معروفه به نام کتابهای اخلاقی، بحث شکر در اونجا مطرحه. کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی، کتاب احیاء علوم الدین غزالی، کتاب المحجة البيضاء فی تفسیر فی بله اشرف المحجة البيضاء مرحوم فیض کاشانی، اینا همه المحجة البيضاء راه روشن، راه روشن که تحلیل همون احیاء علوم غزالی. در اونجا مفصل روایات آیات چقدر متون مختلف بحث شد. من از مجموعه اونها 20 تا رو گلچین کردم، فقط میخوام ازش بگذرم ولی در ما یه مقدار تفکر به وجود بیاد. یعنی 20 تا خلاصه 20 پرس غذا ما امشب درست کردیم برای شما که حالا این 20 تا رو اصلا شما از اینها بهره بگیرید، ما از همین ها بهره بگیریم. بعضی هم زیاد توضیح میدم، بعضی هم کم توضیح میدم، برای اینکه اگه برای هر کدومشون بخوام 5 دقیقه توضیح بدم میشه 100 دقیقه. من
دیگه وقت ما تموم میشه و ما باز نصف کاره میمونه، کلام کلام ما محدود میشه. به هر حال میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، حالا توضیح میدن تا ما به لقمان عطا کردیم دادیم حکمت را. تفسیر حکمت این است که شکر حق را به جا بیاورد و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کس که در مسیر شکر قرار بگیره در حقیقت داره از خودش تشکر میکنه. خیلی جمله دقیقیه که خداوند میفرماید که من نیاز به شکر ندارم، با اینکه خود خدا هم شاکره، یعنی خود خدا هم شکرگزار. یکی از اسمای خداوند شکور است و شاکره، تو دعای روشنگری شما خوندید خداوند هم خود شاکره، یعنی خود خداوند هم جزء شکرگزار. خب خدا لا. خداوند نسبت به چه کسی شکرگزاره و چگونه این خداوند شکر را به جا می آورد؟ اما نیازمند به شکر ما نیست. بفرمید فإنما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی حمید، هر کس که کفر بورزد خداوند بی نیاز است و حمید است. معلوم میشه این کفر، اون کفر در برابر چی است؟ ها شکر است. همونی که ما میگیم که این چیکار کرد؟ ما بگیم کفران نعمت کرد. کفران نعمت کرد معناش دقیقا در برابر شکر. به این دلیل خداوند در اینجا میفرماید و من کفره، یعنی چی و من کفره؟ یعنی و من لم یشکر، یعنی کسی که شکر به جا نیاره، و من کفره یعنی و من لم شکره، و من لم یشکر، کسی که شکر رو به جا نیاورد. فإن الله غنی و حمید، خدا غنی هست، خدا حمید است. خب بیشتر مفاهیمی که ما در دینمون داریم و در عرض میکنم که ادبیات دینی و عرفانیمون داریم، قبلا خدمتون عرض کردم که اینها بر سه اصل استواره. یعنی شما وقتی که میخواید تقوا رو در نظر بگیری، زهد رو در نظر بگیری، صبر رو در نظر بگیری و همین شکر، بر سه اصل استوار است. یعنی ما سه نحوه و سه نوع میتونیم شاکر باشیم. اول شکر علمی و عقلی و در صحنه اندیشه است، یه پایش شکر عقلی و شکر علمی. دوم شکر حالی، شکر حالی یا بگو شکر قالی، شکر حالی، شکر عرض میکنم که در علم و شکر علمی، شکر حالی و شکر عملی. تمام تحقق مفهوم شکر بر این سه است. اولیش یعنی این که انسان به لحاظ علمی بفهمد نعمتی دارد. این مطلب خیلی مهم، یعنی مرحله اول شکر اینه که شما متوجه نعمت بشید، یعنی این نعمت رو داری. ولی من و شما ناشکریم. چرا؟ برای که وقتی که با خدا صحبت میکنیم همش از نداری نگاه میکنیم، یعنی نداشته های خودمون رو نگاه میکنیم. پایه اول شکر اینه که تو عالم اندیشه اول لیست کن ببینم من به تو چی دادم که حالا میگی اینو ندارم. اونایی که دادم اول حسابشو پس بده، ما شما این رو حساب ببینیم چی داری. یعنی در تمام دعاهای ائمه ما، مناجات و شاکرین، اول میگه خدایا حمدت میکنم که شما به من اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی. اول اونایی که داده رو میگه، بعد اصلا از اینی که نداده نمیگه. این مسئله خیلی مهمه. یعنی یکی از مصادیق ناشکرا اینه که اصلا هیچی هم نمیگن، فقط و فقط توی زندگی یک حالت روحی نارضایتی دارن که ندارن، چون خودشون رو مقایسه میکنن. الان تو بحث روانشناسی مقایسه نمیخوام وارد بشم، ما خودمون مقایسه میکنیم، بنابراین به این چی که دارم نگاه نمیکنم، به اون چی که ندارم. و چون حال حرص در وجود او هست، وقتی که به اون چیزی که داره رسید و آرزو میکرد که رسید نداشته، حالا جزو داشته هاش شده، وقتی که باز جزو داشته هاش میشه باز فراموش میکنه، به داشته دیگری باز چشم داره. یعنی همینطور، یعنی اگر مثلا میگه خدایا من خونه ندارم، خدایا یه آپارتمان، اصلا یه بچلر، یه چیز کوچیک، یه خدایا یه آلونکی به من بده. وقتی رسید، وقتی طلب میکنه، وقتی رسید به این وقتی که به این رسید باز دوباره ناراضیه، چون میگه که من حالا یه خوابه میخوام. وقتی رسید به یه خوابه باز مرتبه به اونم ناراضیه، میگه دو خوابه میخوام. وقتی رسید به دو خوابه میگه که نه اصلا من یه عرض کنم که یه خونه بزرگ تو وستفنکوور باشه، اونجا خوبه، اونجا همونجا اونو داشته باشه. باز دو مرتبه شما به اونم که میرسه باز دو مرتبه میگه ندارم. چی نداری؟ ما
من میخوام اصلا کشتی شخصی داشته باشم. والا کشتی شخصی هم داشته. بعد میگه که حالا بازم ندارم. چی میخوای؟ من میخوام هواپیمای شخصی هم داشته باشم. هواپیمای شخصی بیاد رو هر چی کشتی بگیره. همین کارا برام انجام بشه. شامم تو لندن بخورم، ماهارم تو نیویورک بخورم. همه اینا رو باز بهش میدن. یه آدم ناشکر اینطوری. یعنی باز مرتبه میگه ندارم. تمام اولین مرحله شکر، تحقق شکر بر علم است، یعنی بر عقل است، بر اندیشه است. بگو شکر قلبی، یعنی توی قلب، همین که بدونی این نعمت. خب این شکر اول. مرحله دوم شکر حالی است، یعنی همین که این نعمت به من رسید یک شادی در من ایجاد میشه. شما چیزی رو ندارید، الان به شما دادم، الان یک شادی در شما ایجاد میشه، یک بهجت و سروری در انسان ایجاد میشه. این بهجت و سروری که در انسان ایجاد میشه همین خود شکره، یعنی یکی از مراتب شکر همین حالت بهجت و شادی. منتها این شادی که یه حالت حال داره، عرفا بهش میگن حال داره، این نسبت به آدم ها مختلفه. شادی که دارن برای چی دارن؟ مثالی میزنن در متون دینی و عرفانی ما و اون مثال اینه که میگن شما فرض کنید یک سلطانی، یک پادشاهی یه اسبی رو پیشکش کنه به عنوان نعمت به یک مردی، به یک فردی پیشکش کنه، برن در خونه بگن این اسب را موقع. خب اسب خیلی مهم بوده، مثلا که الان بگیم که مثلا یه بنز آخر سیستم رو بیارن در خونه شما بدن بگن که آقا کوپای این بنز آخر سیستم سوار شو برو سخنرانی. بح 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 بح، چقدر خالی اینا، من قلبم شاد میشه. این عرض میکنم که این هر همین شادی قلب خود شکره، همین که آدم شاد بشه به نعمت شد. منتها در اونجا مثال میزنه که این سه نوع شادی داره، یکی از این شادی ها شکر نیست. شادی اول اینه که فقط به خاطر این نعمت شاد میشه، یعنی به خاطر اینکه این اسب رو بهش دادن شاد میشه، به خاطر اینکه این ماشین رو بهش دادن شاد میشه، فقط به خاطر همین. یعنی اگه اینو تو بیابونم پیدا میکرد بازم شاد میشد. اگر عرض کنم که خاله زهرای سر کوچه بهش میداد شاد میشد، سلطان بهش این هدیه رو میداد شاد میشد، فقط و فقط به خاطر اینکه من اینو دارم شاد شدم. این شکر نیست، این شکر نیستش که توی عرفان و توی دین از اون صحبت میشه. بلکه پله دوم این که من شاد میشم، میگم چقدر خوبه این رو من دارم، اما اینو پادشاه داره، یعنی یه توجهی به پادشاه میکنم، اما نه توجه تام، توجه این که بالاخره دل پادشاه یه جوریه که میشه یه کارایی کرد که باز یه اسب بهتر بده. و این همون حال کسانی است که حضرت علی میگوید که عبادتشون به خاطر طمع در بهشت است. یعنی شکر میگذارن، خدا رو هم قبول دارن، اما تمام توجهشون به اون نعمته، اما نعمتی که از جانب او داده میشه. ولی این هم یک حالی از شکر است، اما این باز خالصانه خالصانه نیست که خدا میگه که اینا منو صدا میزنن و اذا سألک عبادی طبعاً فرمودی دارم، یعنی دنبال پول و دنبال ثروت و قدرت نیستم، فقط منو میخوان. و اذا سألک عاشق حقیقتن، عاشق خدمتن، فإنی قریب قریب اجیب آدم، به اونها بگو حالا که اومدی توی رمضان آخرای ماه رمضان که میشه اینا میگن کوش، ما اونو میخواییم. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. این مرحله دومه. مرحله سوم حالی که به او دست میده، حالش به این شکله، خوب توجه بفرمایید، که اصلا نگاه به اسب نگاه نمیکنه، یعنی نگاه به اسب میکنه ها، اما شادیش اینه که من میتونم سوار این اسب بشم و برم پیش شاه. من میتونم سوار این اسب بشم و برم و شاهو ببینم و اصلا وزیر شاه بشم، و اگر کاری کنم اینقدر به شاه نزدیک بشم که هر چه خواه شاه خواست به دیگران بده، از طریق من بده، از طریق من بده، از طریق وجود من بده. این بلافاصله سوار اسب میشه و چیز میره به دربار شاه و به سجده میفته و اتحاد پیدا میکنه با وجود شاه. به اسب هم توجه نداره، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این مقام و اذا سألک عبادی عنی که این مقام اصلاً روز اول سخنانی ترس کردم رحمت رحیمیه هست، همه حالیسی امام حسین در روز عاشورا در قتل راه داره که میگه الهی رزن به رضایه، و همون حالیسی که حضرت زینب داره بعد از همه اون مصائب میگه که ما رأیتو الا جمیلا،
من چیزی جز جمیل ندیدم، چون از جانب اون دیگه. حالا ما یه بحثی داریم اصلا که الان من وارد شاید یه اشاره بکنم به نام شکر در برابر بلا. اصلا ما همیشه شکر در برابر نعمت میگیریم، اما اولیاء الله یک بابی رو باز کردن به نام شکر در برابر بلا. اینو یادتون باشه من امشب یه اشاره بکنم، یعنی در برابر بلاها انسانها میرن شاکر میشن، شکر به جا میارن. ببینید تمام حالاتی که آدم ها دارن، مقاماتی که شما دارید، الان شما در یه مقامی هستید، اینجا که اومدید تو این مجلس ما شرکت کردین، الان شما در یه مقامی، این مقام یه ادب خاصی داره، یعنی مقام شنیدن سخنرانی یه ادب خاصی داره، ادب و باید رعایت کنید. من هم که دارم با شما صحبت میکنم، این سخنرانی کردن یه ادب خاصی داره، من هم باید رعایت کنم، درسته؟ من با دمپایی نباید به اونجا سخنرانی کنم یا با پای بیجورا، این ادب رو باید رعایت کنم، ادب مقام سخنران، ادب مقام اینجا هم یه ادبی داره، ادب باید رعایت بشه. تمام حالات انسان یه ادبی داره، مثلا وقتی آدم فقیره، فقر یک ادبی داره، ادب مقام فقر صبر. وقتی آدم داره، اون داشتنش یه ادبی داره، ادب مقام داشتن که صبر نیست، یعنی شما خدا بهت داده هی صبر می‌کنی، میگن آقا کمک کن به مردم، کمک کن به دیگران، شما هی صبر می‌کنی، میگی صبر خیلی ارزش داره، من صبر برام نمیدم. بابا این اینجا مقامش مقام صبر نیست، اینجا مقامش مقام شکره. مقام شکر اینه که همونطور که او به تو داد تو هم بدی. مقام شکر اینه، یعنی توی شکر عملی که انسان وارد میشه بعد از شکر عالی، در شکر عملی نعمت را میشناسه و منعم رو هم میشناسه، منعم رو با نعمت میبینه، یعنی نعمت دهنده رو با نعمت میبینه و میبینه اون چی میخواسته، همونی که اون میخواسته عمل میکنه. او داده به تو که از طریق تو انرژی پخش میشه. اگر من علم دارم باید این علم رو بدم، شکر این علم اینه که این علم رو بدم، و شکر اون ثروت اونه که تو اون ثروت رو بدی. شکر اصلا هر نعمتی خودش در مقام خودش ادب خاص داره و اون ادب خاص شکر داره. حالا میام بحث میکنم، میگم ادب بلا صبر یا شکر. ما در برابر بلا باید صبور باشیم یا چی باشیم ها؟ شاکر باشیم. اینجا میام بحث میکنم، میگن همون صبری که تو داری خودش یک نحوه شکر، البته در برابر بلا، نه اینی که آدم نده و بخیل باشه و بهانه صبر را بیاره. خب حالا مقام سومی که افتاد، پس اول چی شد؟ شکر بر سه اصله، اول علم و حال و سوم چی بود؟ علم و حال و عمل. عمل این که این نعمت رو بشناسه و این نعمت رو در مسیری که منعم میخواد به کار بگیره. شکر چشم، شکر دست، شکر پا، شکر زبان. شکر زبان برای نیست که من ناسزا بگم به مردم، شکر زبان این نیستش که من مردم رو آزار بدم، اینا همه شکر اینا و اینا معنای شکر باز همون معانی است که تحریف شده. ما فکر میکنیم که اگر شکر کنیم این که همش بگیم که شکر، من شکر تو به جا، اما توی دلم ناراضیم، خدای شکره من تو دلم ناراضی. باید آقا آدم یه شکری میگه توجه برمونی، اون شکر مذارت ما از صد تا فوش بد داره، توجه برمونی هم دیدی که بعضی هم میگه خب حالا شکر، خدا رو شکر، یا رو بلاته رفتی جا چیزی نبود بخوری، خدا رو شکر. اما وقتی که یه سفره رنگین باشه، الحمدلله الحمدلله، شکر میکنیم خدا رو الحمدلله، این اصلا حالت گفتنش با فکر میکنه. شکر یعنی همینی که بر من عارض باشه، شکر عارضی نیست، شکر باید جوعنی باشه، ذاتن آدم شکور بار بیاد. عرض کردم شکر میشه تو هر سنی تجربه کرد، اصلا موقعی که بچه به دنیا میاد در آغوش مادر خوابیده، پستان مادر رو گرفته، از همون اونجا مادر شکر رو بهش تزریق، از همه اونجا بچه میفهمه شکر یعنی چی، یا کفران یعنی چی، کفران نعمت یعنی چی. حالا توجه کنم، من این 20 تا مطلب رو سریع بگم. اولین مطلبی که بنده توی متون روایی و آیات برداشت کردم این که چقدر تشویق کردن انسانها رو به سپاسگزاری، و این همه الان بنده عرض کردم که این همه تشویق، این همه تشویق که از بدایات است، از آیات است، میتونی سوارش بشی و برسی به حقیقت، و یا حقیقتی است که بر تو عارض میشه، مثل سکوت. سکوت هم همینطوری، سکوت یک سکوت طریقتی داریم، یک سکوت حقیقتی داریم. سکوت طریقتی اینه که سکوت وسیله ایست که من به حقیقت میرسم، من با سکوت میتونم به حقیقت برسم. اما یک سکوت حقیقتی داریم، یعنی وقتی که میرسی حال سکوت به تو دست میده،
که در قرآن هست. حضرت زکریا وقتی که به درگاه خداوند میفرماید خدایا در این دوران پیری به من یه وارثی برای من قرار بده، اصلا بچه دارم نمیشده، یعنی از سنی گذشته بوده، مادر هم نمیدون. بعد خداوند به او مژده این فرزند را میده، بعد میگه نشانه این چیه، نشانه این حال چیه، میگه نشانش اینه که تو سکوت بر تو وارث میشه. یعنی اونجا هم سکوت طریقتی بحث شده، هم سکوت حقیقتی. شکر هم همینطوری هست. خب دومین مطلبی که توی روایات ما چقدر تاکید کردن ائمه ما، شکر منعمه، که ما اینو غافل ازش هستیم. شکر منعم، ما خوشحال میشیم خدا اینو به ما داده، اما شکر منعم کجاست؟ حد اقل شکر خدا کجاست؟ اقلش بگی دست اومده بگیم خدای شکر، نه، حد اقل یعنی کمترین کاری که انسان در برابر خدا میتونه انجام بده اینه که اون نعمت رو در جهت معصیت خدا بکار بده. این معنای شکر منعم، اینا روایت داریم. اقل رو یعنی چی؟ یعنی کمترین. ما یجب للمنعم، واجب است بر تویی که نعمت به تو رسیده، ان لا یعصی به نعمتهی، این که خدا را عصیان نکنی. کمترین وظیفه تو اینه، ترجمهش هم آورده، کمترین وظیفهش اینه که با اون نعمت خدا را عصیان نکنی. یعنی خدا به شما قدرت داده، به شما شوکت داده، از اون قدرت برای سرکوب مردم استفاده، از اون ثروت برای فریب دیگران استفاده کنه. خدا به تو زیبایی داده، از اون زیبایی برای تمایز، برای تفاخر، برای که دیگران رو تحقیر بکنی استفاده میکنی. و همه اینا هر چه نعمت خدا به ما داده است. خب عرض میکنم خدمتون که مطلب سومی که باز در متون دینی و روایی ما بر اون تاکید شده است، فضیلت شکرگزاری. چقدر برای این حال رو شما توجه بفهمید، این حالی که ما به دست میاریم، یه وقتی از که عرض کردم باز تکرار کنم، شما به نعمت شاد میشید، گاهی نه، به این که حال شکر به شما دست داده شاد میشید. خود این یک نعمته. بزرگترین نعمت اینه که آدم خودش آدم شکوریه. اصلا من حالت تشکر دارم. خود این یک نعمت است. حالا میفرماید از امام هادی علیه السلام میفرماید الشاکر اسعد بالشکر منه بالنعمه التي اوجبت الشکر. یعنی چی؟ یعنی امام هادی میفرماید خوشبختی شکرگزاری که شکرگزاری میکنه، خوشبختی اون شکرگزار نسبت به این حال شکر بیشتر است از اون خوشحالی و شادی که برای خود نعمت داره. خود این ارزشش بالاتر است. یعنی شما دو تا شادی اینجا به حال دست میده، یکی به خاطر خود اون نعمت، یکی هم به خاطر اینکه داری شکر رو به جا میاری. یعنی همین حال شکرگزاری و این ادب شکرگزاری در تو میگه میفرماید که اوجبت شکر. چرا؟ لأن النعمه متاع. امام هادی میگه برای که نعمت هایی که به شما میدن فانیه، امروز به دستت میاد فردا از بین میره، اصلا معلوم نیست کی اومد کی رفت، اما اون چیزی که باقی میمونه عرض میکنم که و شکر و نعمون و عقبا، یعنی نعمت ها فقط نعمته، اما شکر هم نعمت هم عاقبته. یعنی خود حال شکر خودش هم نعمته، هم چی هست؟ هم عاقبت هست. مطلب چهارم که خیلی باز تأکید شده است، عرض میکنم که ناسپاسان اندکن. همین که بنده عرض کردم که خداوند نسبت به هیچ فضیلتی گله نکرده از اینکه اون صاحبان اون فضیلت اندکن، اما در مورد شکر گفته است و قلیل است من عبادی شکور، بندگان شکرگزار من کمن. میدونید یعنی چی این؟ یه معنیش اینه که آقا شکر تو جامعه ما نیست، شکر توی بندگان نیست، نانکورم، شکر را نمیدونم. یه معنیش، اما یه معنای دقیق ترش این است که این که خدا میفرماید و قلیل من عبادی شکور، نه اینه که بندگان من شکور نیستن، شکر گذار نیستن، شکورم. البته من اینو عرض کنم براتون که شکور دلالت بر تداوم این صفت میکنه. یه وقتی هست که شما فقط یه تشکری میکنه تموم میشه میره، اما یه وقتی هست که نه، اصلا شما حالت شاکره، دائما این شکر با تو هست، یه حالت دوام داره. ببین یه وقتی هست که میگیم که حسن زیباست، زیبایی حسن اینطوری نیستش که امروز زیبا باشه فردا زیبا نباشه، همیشه زیباست. عبد همینه، عابد با عبد فرقش اینه. عابد یعنی کسی که عبادت میکنه، یعنی شما الان حالت عابد دارید، الان دارید روزه گرفتید عبادت دارید، دارید
داریم از قرآن صحبت کنیم، از نهج البلاغه داریم عبادت. اما عبد یعنی کسی که تو بیزینسش هم داره عبادت، وقتی داره صحبت میکنم داره عبادت میکنه، اون وجودش دیگه عبد شده. سبحان الله اصرا به عبدی، عبد خودش رو سیده، نه عابد را. عابد با عبد فرق کنه، شاکر با شکور هم فرق کنه. خدا میفرماید قلیل است در بین بندگان من کسی که شکر برای اون ملکه شده باشه. یک. دوم اینکه اصلا خود شکر رو کسی نمیتونه به جا بیاره، یعنی حقیقت شکر رو، مگر مخلصین، مگر کسانی که به اوج رسیده باشن، فهمیده باشن عظمت منعم و عظمت چی را؟ نعمت را. فراوانی ناسپاسان، اندک بودن سپاسگزار، اینا همه از میتونه روایت هم بود. پنجم، نقش شکرگزاری در افزایش نعمت، که همه خانم ها آقایون استحضار دارن که چقدر نقش داره در اینکه نعمت افزایش پیدا کنه. اینو بنده بارها این آیه رو براتون خوندم، بلکه این شکرتم چی؟ لعزیدن نکن. اگر شما شکر گذار باشید نتیجهش زیادتیه، ولی این شکرتم لعزیدن نکن، ولی این کفرتم این عذابی لشدید، ولی اگر کفران نعمت کنید عذاب من شدید هست. توجه بکنید اینجا دو تا نکته است که ظریفه، بنده قبلا گفتم ولی میگم برای کسایی که نشنیدن. نکته اولش اینه که بعضی ها فکر میکنن، البته این هم هست ولی آیه اینو نمیخواد بگه، بعضی ها فکر میکنن اگر من شکرگزار این نعمت شدم خدا این نعمت رو برای من زیاد میکنه. توجه فرمودید؟ البته این هست، مثلا علم خودش این حالت رو داره، شما علم و دانشتون هر چقدر که بدید بیشتر میشه. یه واقعیت، یعنی هر چقدر بیشتر سخنرانی میکنم، بیشتر مطلبم رو به شما میدم، احساس کنم بیشتر میدونم. این واقعیته. همه آدمایی که به جایی از نظر علمی رسیدن از راه تدریس رسیدن، نه از راه تحصیل. من وقتی تدریس کردم رسیدم. حالا من به این مثال میگم، بعضی ها فکر میکنن معنای این آیه یعنی که خدا میگه شکر این پول رو به جا بیار، پولت زیاد بیار، شکر سلامتی رو به جا بیار، سلامتی بیشتر بشه. اما این آیه اینه نمیگه، این آیه میگه لعزیدن نکن، خودتون زیاد میشید، خودتون خوب میشید، خودتون تکامل پیدا میکنید. ولی این شکرتم، اگر شما شکر به جا بیارید، لعزیدن نه نعمتکم یا لعزیدن نکم، خودو میشین بگید لعزیدن نکم، خودتون رو زیاد میکنن، یعنی تو خودت میای بالا. وقتی شاکر باشی داری میای به من نزدیک میشین، داری میای بالا. حالا بعضا به طمع این که این بیشتر میشه شکر به جا میگن، اگه شکر بشه به جا بیشتر نمیشه. ببینید اینا دارن معامله میکنن، نه. اما یک کسی هست که روح شکر داره برای که میاد بالا، لعزیدن. نکته بعدی این که خدا چقدر رحمت داره، فرمیاد ولی این شکر دقت بکنید، ولی این شکرتون، این آیت نه نمیشتیم ببخشید، ولی این شکرتون لعزیدن، توجه بکنید. اگه شاکر باشید ما زیاد میکنیم، خوب دقت بکنید. اگر خدا میخواست طبق ادبیات عربی صحبت کنید اینطوری باید بگه ولی این شکرتون لعزیدن، ولی این کفرتون لعزبن نکن، یعنی اینطوری باید بگید اگر شما شاکر باشید زیادتون میکنید، اگر کفران نعمت بکنید حتما شما را عذاب میکنید. نگفته خدای من، گفته مثل که مثلا یه پدری به بچهش بگه اگر این کار رو بکنید من برای دوچرخه میکنم، اما اگر نکردی خدا میدونید من دیگه اینطوری هم بگید من ناراحت میشم. اما یه وقتی از پدر میگه اگه نکردی پدر زدن، توجه برمون پدر زدن، نه خدا اینطوری نمیده. خدا من میگه ولی این شکرتون لعزیدن نه، حتما من شما رو زیاد کنم، ولی این کفرتون، اما اگر کفران بکن چیکارتون کنم؟ هیچی، این عذابی را شدید، عذاب من شدید. یعنی به دلیل اینکه حکیم، وقتی که کسی حکیم است، وقتی وعده ای میده عمل به اون وعده بر حکیم واجب است. اما اگر وعیدی میده، یعنی وعده به شر میده، یعنی تهدید میکنه، عمل به اون وعید بر حکیم لازم نیست. یعنی اگر تخلف وعید کرد شما اون رو سرزنشش نمی کنید. اگه کسی گفت من به درد در میارم در نهی برد، این شما نمیگه اه تو گفتی، خلاف وعیدم عمل کردم. خب ششم، مطلب پنجم، نقش شکرگزاری در افزایش نعمت. ششم، فرجام ناسپاسی. یعنی اگر انسان ها ناسپاس بشن چه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ تو متون روایی میگه نعمت تبدیل به نعمت میشه، نعمت خودش تبدیل به نعمت میشه، نعمت عوض میشه.
و اگر شاکر باشن نعمت تبدیل به نعمت میشه. این خیلی مهمه. جایی که نعمت تبدیل به نعمت بشه و جایی که نعمت تبدیل به نعمت بشه به خاطر خودشیفتگی. خودشیفتگی مبنای و خودخواهی و خودپرستی به جای خداپرستی اصلا مبنای همه بیماری است. این روایت رو بارهای بارها توی درس ها بنده گفتم، شنیدید که یه روایت خیلی معروفه و درست هم است. میگه که شخصی فاسقی وارد مسجد میشه و از اون طرف عابد خارج میشه و عابدی وارد مسجد میشه و از اون طرف فاسق خارج میشه. چجوری شد؟ یعنی ورودی به مسجد یا عابد، خروجیش فاسق، همون عابد فاسق میشه. ورودی به مسجد فاسق، خروجیش عابد. میگن علتش چیه؟ امام توضیح میده. میگن اونی که عابد وارد مسجد میشه یه آدم خودشیفته است، متشکل از خودش که این همه عبادت کردم، این همه من خدمت کردم و این باعث میشه یک عجبی و یک غروری اونو بگیره، از مسجد که میاد بیرون آدم فاسقیه، خروج از فطرت خودش پیدا کرده، همون عبادت اونو به زمین زده. آدم فاسقی که گناه کرده وارد مسجد میشه، اشک و رازاری و توبه و انابه به درگاه خدا که من چقدر کوچیکم چقدر خارم، از اون ور آمرزیده عابد خارج میشه. شکرم همینطوری است. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل، خداوند بزرگ، انعم علی قوم بالمواهب، مواهبی رو به یه قومی میده، واقعا یه ملتی رو، یه کشوری رو خدا بهشون موهبت میده. فلم یشکرو، اینا شکر اون نعمت رو به جا نمیارن، فسالت علیهم وبالا، همون نعمت بر اونها وبال میشه. و بطولی یا وقت تلا قوما مبتلا میکنن قومی را به مسائل، فصبر رو به مصیبتی که رو دچار صبر میکنه، فصالت علیهم نعمت، همون تبدیل به چی میشود؟ نعمت میشود. مولانا میگه کاملی گر خاک گیرد زر شود، اگر یه کاملی خاک بهش بدی خاک رو تبدیل به زر، ناقص از زر برد خاکستر شود. آدم ناقص، ناقص العقل، وقتی که میاد مملکت رو تبدیل به خاکستر، زندگی شما تبدیل به خاکستر میشه، خودتون زندگی خودتون تبدیل به خاکستر. باید خاک و دست کامل بدی، اما اگه زر و دست ناقص بدی تبدیل به خاک میشه. نکته بسیار زیبا توی هفتم، تو ماده هفتم خیلی قشنگه، وجوب شکر برای شکر. میدونید این چیه؟ وجوب شکر برای شکر، یعنی شما آشنا هستید با این ادبیات. وقتی شما به یه نعمتی میرسید، خود اون نعمت واجب است که شما شکر اون نعمت رو به جا بیارید. بنده اینو بارها تو صحبتام عرض کردم، اینجا هستش، اینجا بر زبان اینها جاریه. البته ممکنه توی عمل خیلی نقصان هم در اینجا وجود داشته باشه، ما اگر تعریف میکنیم که این عرض کنم که تشکر بر زبان اینها جاریه، تنکیو بر زبان اینها جاریه. حتی وقتی که افسر پلیس شما رو جریمه میکنه، شما که اینجا هستی تو این نظام اینا، وقتی که تیکتو که میگیری نگاه کنی، بنده به افسر میگه تنکیو، یعنی اینطوری بارتون آوردن که شما میگی تنکیو. این شکر. حالا درسته شما نعمتی که خدا به شما داد، شما شکر رو به جا میارید. اما همین که توفیق، چون یکی از نعمتهای خدا توفیقه، اینو بدون، یکی از نعمتهای خدا هدایته، یکی یه بحث مهمی داریم راجع به انواع نعمت‌ها. ما نعمت‌ها رو نمی‌بینیم. یکی از نعمت‌های خدا اینکه شما یه بچه به این خوبی دارید. یکی از نعمت‌های خدا هدایته. یکی از نعمت‌های خدا ایمانه. یکی از نعمت‌های خدا همین زن خوبه. یکی از نعمت‌های خدا شوهر خوبه. خدا نصیبتون کنه که گیر بود. نعمت، اینا همه نعمت. درست بود. خود توفیق خودش یک نعمت. یعنی من توفیق اینو پیدا، توفیق یعنی همه اصحاب و وسایل دست به دست هم دادن. ماه رمضان ما یک ماه اینجا با هم دیگه معاشره کردیم. با خدا معاشره کردیم. خب این یه توفیق دیگه، خود این نعمت نیست. حالا که شما شکر رو دارید به جا میارید، خود اون حال شکر خودش یک نعمته. حالا که نعمته، باید برای اون شکرم یک شکری به جا میارید. اگه توفیق پیدا کردید برای شکر شکر، خود توفیق شکر شکرم یه نعمته. باید برای توفیق شکر شکر هم شکری به جا میارید. برای توفیق شکر 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 هم باید شکری به جا میارید. و برای توفیق شکر 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 هم باید شکری به جا میارید. این چه وقت نمیتونی شکر رو به جا میارید؟ تسلسل لازم داره. امام سجاد فرق کرد، امام زین العابدین ما که نمیشناسیم، ما فقط آشیشو میشناسیم. آش امام زین العابدین بیمار بود، با یه آش و شله میخوایم بریم خدمت اهله. این صحیفه سجاد رو باز کنید بخونید، میفرماید که در مناجات فکر ولی به تحصیل شکر، شما همینو بنویس توی قنوتت بگو. ما فقط توی قنوتامون فقط برای رب بناوات نافذان یا حسنا و فی الاخره حسنا. بعضی ما ایران میگرفتن بودن این قنوتا طولانیه، نماز طولانیش نکنه. چرا؟
ولی ما اینا رو که میگیم برای که هم خودمون رو حالی پیدا کنیم، همین که بابا ما خیلی چیزا میتونیم تو نماز بگیم، ما فقط فکر کنیم همون از بدگی نه بناهات نافذ دنیا هستن. این باعث چی میشه؟ عادت میشه، ملال هم میاره، همین فقط تکرار میگه دیگه. اما وقتی شما هی ذکرت توی نماز عوض بکنید، من گاهی از واقع به جای رکوع میام سبحان ربی الاعلی، هیچ اشکال نداره، شما هی ذکرت رو تغییر بدید، در شما برخلاف آمد عادت نمازت رو شاد میکنه. توجه فرمایید، ملا محسن فیض کاشانی کنیزک گرفته بود براش میخوند در حال رکوع، خانمه میخوند، این ملا محسن فیض کاشانی در حال رکوع رکوعش رو طولانی میکرد و این حال خاص میشه. حالا ممکنه شما اینو نتونید ما حرص کنید که یعنی یه خانم بعدش بخونه، حالا این زبط هم میشه، اینا اینو بگم آی بابا داد بیداد میفرمید نگاه کن فکلفلی به تحصیلش رو خدای من چگونه میتونم شکر تو رو به جا بیارم و شکر یاکه و شکر من نسبت به تو یفتق را الا شکره، خودش فقیر به یه شکر دیگه، متوجه میشینی؟ یعنی خود این شکر هم خودش چی میخواد؟ شکر فکلما قلت لک الحمدلله رب العالمین، همین که من گفتم خدایا حمدت میکنم، تو یعنی شکر زبانی، همین هم باید بگم الحمدلله که خدا رو حمد کردم، باز مرتبه میگه حمدش کردی، باز میگه الحمدلله که توفیق پیدا کردم که حمد کنم به خاطر اون که حمدش کردم، باز مرتبه بعد بگی الحمدلله که توفیق پیدا کردم بعد حمد توفیقی که برای حمد همینطور این تسلسل ادامه داره. توجه فرمایید، یکی از مباحثی که هشتم توی متون دینی ما آمده میگن حق شکر رو ادا بکن، خیلی مهمه حق شکر، در قرآن هست یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این کسانی که ایمان آورده این تقوا بیارید اما حق تقوا رو ادا بکنید. خیلی مهمه که آدم حق هر چیزی رو ادا بکنه، دقت کنید، یعنی یه کاری رو یا شما نگیرید به عهده یا حقش رو ادا بکنید، حقش رو ادا بکنید. آقا در شکر هم همین، امام صادق علیه السلام فرمود اوحی الله تعالی الی موسی علیه السلام، خداوند به حضرت موسی وحی کرد یا موسی اشکرنی حق شکری، شکر من رو به جا بیار اما حق قال یا رب کیف اشکر که حق شکری، من چگونه میتونم حق شکر تو رو به جا بیارم و لیس من شکر اشکر که بهی الا و انت انعمت بهی علی، و حالا که هر شکری که به جا میارم تو داری یه نعمت به من میدی، یعنی منو دستم میگیری بر زبانم جاری میکنی که شکر رو به جا میاری، اینو خدا بر زبانت جاری میکنی. به یه وقتی به خدا ارتباطش با تو قهره با شما بر زبان چیز جاری نمیشه، هی حتی رو هم رفته هم همین چیز فرا میشه. خدا من موسا میگه که خدایا تو این همه من چه بیرون تنم حق شکر تو ادا کنم، حالا دفت فقال خدا من به حضرت موسا گفت شکر تنی حق شکری، حق شکر من اینطوری به جا بیاره هین علمت ان ذالک منی، همون موقعی که داری از نعمت استفاده میکنی منو تو اون نعمت ببینی، این میشه حق شکر، یعنی اینو اون داده به من، توجه برمون، یعنی این زبانو اون داده به من، حالا میخوام شروع کنم توی مجلسی نشستم شروع میکنم به حشویات گفتن، غیبت کردن، نمیدونم عرض کنم که هزیان گفتن، پشت هم انداختن، اینا هم میاد تو همین خدا رو ببین تموم میشه. بعد آیه قرآن قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، من نمیدونم چرا این آیه رو اینجا آوردم، حتما اشتباه شده، اشتباه چاپی شده. نهمین مطلبی که بنده تو این روایات استفاده کردم اینه که رفتیم توی از این ائمه ما سوال کردیم، یعنی بنده رفتم توی متن این روایات که به ما بگید اصلا تفسیر شکرگزاری رو برای ما بگید، یه منبر برای ما بدید تفسیر بکنید، به ائمه گفتیم اینا چند تا مطلب رو به ما توی جملاتشون گفتن. اولین تفسیری که برای شکرگزاری وجود داره شناخت اون نعمت است، اون نعمت رو انسان بشناسه، این شناخت خیلی مهمه، این نعمت چه آثاری داره و برای من برای دیگران، خود اون نعمت رو بشناسه، شناخت نعمت، و ما نمیشناسیم اون نعمت ها رو، ما نمیشناسیم. امام صادق علیه السلام میفرماید من انعم الله علیه به نعمته، اگر کسی خدا بهش نعمتی بده فعرفها به قلبهی، واقعا تو قلبش بشناسه اون نعمت را، فقط ادا شکرها، شکر او رو به جا آورده است. حالا امام صادق یه جمله ای میگه که سعدی اومده از این جمله استفاده کرده. سعدی چی میگه؟ منت خدای را از عزوجل که به شکرندرش که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست زبانی که براید که از عهده شکرش به در آید و اعمل و آل داودن و قلیل من عبادی از شکر. آیه قرآن رو اشاره میکنه سعدی که ادامه داره. این سعدی از این حدیث گرفته. حدیث چیه؟ حدیث اینه آقای سعدی نباید بگید بر هر نفس دو نعمت دو شکر واجب. میفرماید الامام صادق علیه السلام فی کل نفس من انفاس کرد، در هر نفسی از نفسهای تو شکر لازم لک، شکری لازم است. بل امام صادق اینجا از کنم که اضراب میکنه میره بالا، بل الفون و اکثر، بلکه هزار شکر بر هر نفس باشه، بلکه بیشتر از اون بر هر نفس باشه. راجب خود همین کتابی از کنم مصباح الشریعه، بسیار کتاب عرفانی جالبیه و خیلی از بزرگان برای شهر نشدن. یکی از بزرگان حدود 50 صفحه راجب همین این مطلب توضیح داده که چرا امام صادق میگه که بر در هر نفسی هزار شکر لازم. خب دوم، بعد از اینکه نعمت رو شناخت، ستایش زبان. زبان هم زبانن به همه اعلام کنه ایها الناس خدایی دارم که خدا اینو به من بده. حالا یه وقتی هست میگه الحمدلله، یه وقتی هست که اعلام میکنه مثل محبوبی که به من نعمتی داده و اون نعمت رو من اعلام کنه. سوم، تفسیر شکر اینه که این همه روایات ما داریم که میگه شکر ذاتش ورع از محارم خداست، دوری از گناهان. چهارم، اگه مؤمنه شکرش در عملش مشخص میشه، توی عمل یه آدم شاکری هست. پنجم، تفسیر شکر وقتی غلبه بر دشمنت پیدا میکنی اونو ببخش، این شکری. هر چیزی شکری داره ها، اینو بدون توجه برمیدی لکل شاید زکات، برای هر چیزی زکاتی هست. من یه شمالش کردم 20 تا چیز رو در آوردم که زکاتاش چیه. مثلا زکات شوهرداری چیه؟ زکات زنداری چیه؟ زکات قدرت چیه؟ اینا هر کدوم زکات دارن. لکل شکل زکات. حالا اینجا هم همینه. برای هر چیزی شکری هست. وقتی بر دشمنت غلبه پیدا کردی، شکر اون نعمت که من حالا دیگه حق با من شد، شکرش این است که چیه؟ از اون بگذری. بگذر از اون. گذشت کن از اون. غلبه بر اون بکن. که اون داستانی که مولانا در مثنوی میگه که حضرت علی بر یکی از دشمنانش غلبه پیدا کرد و او آب دهان به صورت حضرت علی انداخت و علی او رو نکشت. بعد میگه که تو با تیغ حلمت منو کشتی، تو اون آدم سابق رو کشتی، اما کشتی با تیغ حلمت کشتی. اینه که به اسلام آورد و 50 نفر از خانواده او اسلام آوردن. ششم، دست کم نگرفتن نعمت. همین حالتی که من میگم در ماها هست و دائما میگیم نداریم نداریم نداریم. آقا چی داریم؟ اینا رو بگو، این چیزایی که داری اینا رو بیا بگو، اینا رو من دارم. خدا را شکر که من در زندان نیستم، خدا را شکر که من در بیمارستان نیستم، خدا را شکر که ما تو صفحه فروختن کلیه نیستیم، خدا را شکر همینا رو شکر کردم دیگه. شما اینا نمی‌بینی اصلا، نمی‌بینی. من آقا من 1,000,000 دلار پول می‌خوام، این به خدا بهم بده، ای خدا بده. تو الان 100,000,000 دلار پول داری، چشماتو بده ببینم. میدی 100,000,000 دلار؟ آقا 100,000,000 دلار به شما، چشمات هم ازت میگیرم و سلامتی. و دهمین مطلبی که تو روایات اشاره میشه حد شکر است، یا شکر حدی داره، الان واردش نمیشم. یازدهم، بحث عرض کنم که اقسام شکر است، که شکر اقسامی داره. شکر بر نعمت، نعمت نعمتهای ظاهری، تو قرآن میگه نعمتهای ظاهری داریم. حالا نعمت‌های ظاهری چقدر تو وجود خود شما، یعنی تو این بدن شما اینقدر نعمت هست که اصلا ما نمی‌دونیم اینا چیکار دارن می‌کنن. بعدا به ما میگن آقا همین یه تیکه ریز گوشت مثلا این عضله یا هک اینجا این چقدر کارا می‌کنه برای شما. بنابراین این نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های باطنی و معنوی، نعمت رشد، نعمت هدایت، نعمت ایمان، نعمت ولایت که خداوند در قرآن میگه لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت گذاشته، یعنی یک نعمت بزرگی که پیامبر رو فرستاده، تعالیم پیامبر، همه اینا نعمت هست. و از همه بالاتر شکر در برابر بلاها. بلاها خود شکری داره، چون بلاها از بحث بر اول بعد اگه کسی بخواد واقعا بر مردم حرف بزنه اول بعد راجع به بلا صحبت کنه. میگه ما چند جور بلا داریم، بلای مطلق، بلای نسبی،
بعد بلاها انواع مختلف. بعضی بلاها مجازات ما هستن، یعنی خود عمل ماست به صورت بلا اومده به سمت من، چون عمل خودش برمیگرده به شما، حالا در دنیا و در آخرت. بلا گاهی مجازات، گاهی بلا برای آزمایش خدا محبوب فرستاده برای اینکه تو خودت رو بشناسی، تو بلا خودت رو بشناسی. بله، گاهی بلاها برای تکامل، شما تکامل پیدا کنید. گاهی بلاها برای محبت، خدا دوست داره بلا برات نازل. واقعا خدا دوست داره شما تو رو تو اون بلا قرار میده، چون دوست داره وقتی که پرنده میخواد به بچه خودش پرواز رو یاد بده، میبره بالای ارتفاع ولش میکنه، این بلا برش نازل میکنه، اما مواظب بشه که این پرواز رو یاد بگیره، برای اینکه تو رو قلب تو فشار میده، برای اینکه تو بتونی تو این قدر به یک بس برسی. این واقعیته تو بلاها، و در برابر تمام این بلاها انسان باید شاکر باشه. و من یه نکته ای رو به شما میگم، و چقدر من این نکته برای من عجیبه، من خودم به این نکته رسیدم، کسی نگفته یا تو کتابی نخوندم، خودم نشسته بودم من تو زیارت عاشورا میخوندم، به این نکته رسیدم. شما در زیارت عاشورای امام حسین که وارد شده و خیلی هم مؤثر و شیوه های مختلف داره خوندن این زیارت، زیارتی که خودتون بتونید بشینید بخونید، وقتی اون حال اتصال با امام حسین به انسان دست بده واقعا، و بعد از زیارت عاشورا دو رکعت نماز داره که اون دو رکعت نماز شما میخونید، بعد از دو رکعت نماز عرض میکنم که یک دعایی هم داره به نام دعای بعد از زیارت عاشورا، که معمولا مردم نمیخونن. تمام هدف زیارت عاشورا تو اون دعای بعد از زیارت عاشورا، نمیخونن، خیلی هم زیباست. اما مهم اینه که شما دارید راجع به بلایی که بر امام حسین وارد شده دارید تو زیارتنامه صحبت میکنید و اتصال پیدا میکنه به اون بلاها، بر حضرت زینب، اون همه جوانها رو کشتن، اینا همه اینا، آیا اینا شکر گذاری داره؟ یعنی شما شکر اینا رو به جا بیارید؟ یعنی ما بگیم زینب اسیر شد، شکرت خدایا که زینب اسیر شد، امام حسین کشته شد، شکرت که کشته شد. بله، آخر زیارت عاشورا شکر به سجده میفتی، بعد از آنی که صد بار لعنت میکنی، اللهم لعن اول ظالم الظلم حق محمد و آل محمد و آخر محمد و آخر اللهم اول ظالم الظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله و آخر تابع الله علی ذلک اللهم لعن الاصابه حسین و جاهدت حسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جميعا صد مرتبه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. یا صد دفعه میگی، یا صد دفعه، یا میگی مئت مره، یا صد بار، یا میگی فقط عرض کنم این آخرش رو صد دفعه میگی، حالا اگه حوصله داشتی همه رو میگی. بعد به سجده میگی، توی سجده چی میگی؟ اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابه، خدایا اینا کشته شدن، من حمد تو را و شکر تو را به خاطر مصیبت اینها به جا میارم، چون مصیبت اینها منو بیدار کرد، مصیبت اینها منو وصل به اون روح بزرگ زینب کرد، مصیبت اینها منو متصل به امام حسین کرد و باعث شد من امام حسین رو بشناسم. اینا همه مصیبت دیگه، اینا این مصیبت باعث شده. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لکه علا مصابه، الحمدلله علا عظیم رضیتی، خدا رو شکر میکنم بر این عظمت این مصیبت، شکر میکنم، حمد رو به جا میارم. فکر کرده بودی؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، شفاعت امام حسین رو موقعی که ما میخواییم وارد بشیم بر تو نصیب ما بکن، یعنی ما با امام حسین جفت باشیم، چون شفیع یعنی جفت. و ثبت لی قدم از صدقین و ثابت قدم بکن مارا اما روی صداقت اندکر در نفس خودت، معل حسین و اصحاب حسین الذین بذل و محجم دونن، اونایی که وجود خودشون و خون خودشون رو اهدا کردن. بنابراین این مسئله خیلی مهمه، شکر در برابر بلا، اقسام شکر. مطلب بعدی این که شکر نعمت، این که اولش هم عرض کردم، خوشتر از خود نعمت هست، خود شکر نعمت بهتر از خود نعمت است. مولانا میگه، میفرماید که
شکر باره، بله ما شما همینه، شکر باره کی سوی نعمت لبد. میگه یه عده از بندگان خدا هستن که اینا شکر باره هستن. یعنی چی شکر باره؟ مثل مثلا میگه شکم باره، یعنی همه شکمونه، درست رو؟ از کنند اینجا شکر باره هست، یعنی همهش دنبال شکره، شخصیت شکوره. کی سوی نعمت لبد؟ این کسی که اهل شکر دنبال نعمت نمیره. شکر جان، شکر جان نعمت و نعمت چپوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. یک بیت از این، شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. شکر جان نعمت یعنی باطن نعمت شکره، و نعمت چپوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. شکر اگه داشته باشی تو را تا مقام لقاء الله میبره، اما نعمت فقط خودت. نعمت آورد غفلت، نعمت تو رو غافل میکنه از اون محبوب. نعمت آورد غفلت و شکر انتباه، سید نعمت کن به دام شکر شاه. یعنی وقتی که شکر شاه رو به جا آورده، خود نعمت هم به سمت تو میاد، چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست. نعمت شکرت کند پر چشم و میر. وقتی که آدم شاکری باشی چشمت پر میشه، یعنی چی؟ سیر میشی. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، مولانا میگه. تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. وقتی که چشمت سیر شد، تمام این نعمت ها و این انرژی ها رو پخش میکنی. سیر نوشی از طعام و نقل حق، از اون طعام های معنوی و نقل حق که شیرینه، وجود شیرین میشه. تا لبد از تو شکمخاری و دق. وقتی که دیده سیر پیدا کرد و شاکر بودی، دیگه اون شکم خارجی و هرس و آز و دق دق، یعنی دق گلباب بکنی هر جایی بخوای نعمت رو دست بیاری، از تو سر میشود. مطلب دوازدهم، کمترین سپاسگزاری هست که در روایات اشاره میکنه که حداقل سپاسگزاری رو تاکید میکنن در متون روایی ما. از مصباح الشریعت امام صادق علیه السلام میفرماید ادنا شکر رؤیت و نعمت من الله، که نعمت رو از او بداند. من غیر علت یتعلق القلب بها دون الله، بدون اینکه به چیزی غیر از خدا نسبت بده. و رضا به ما اعطا، و رضایت داشته باشد به اون چیزی که خدا به او عطا میکند. و ان لا تعصیه به نعمت، اینا رو گفتم، به نعمت خدا، خدا رو معصیت نکند. و تخالفه به شیء من امره، به وسیله این نعمت مخالفت با امر او نکند. و نهیه به سبب نعمت. سیزدهم، شاکرترین مردمان چه کسانی هستند؟ در متون روایی اومده اونهایی که قانع هستند، اونهایی که قانعند، اونها شاکرترین مردم هستند. چهاردهم، میدونید که چقدر تاکید شده بر اینکه سجده شکر به جا بیارید. حتی این سجده در برابر انسانهای دیگه هم جایزه، در برابر پدر و مادر انسان میتونه سجده شکر به جا بیاره. پونزدهم مطلبی که در متون روایی این همه تاکید شده، سپاسگزاری از خود مردم است، که من لم یشکر الخالق لم یشکر چی؟ مخلوق. و شونزدهمین مطلب، معنای سپاسگزاری از مردم یعنی چی؟ یعنی من چجوری از شما تشکر بکنم؟ سپاسگزاری از مردم چگونه تحقق پیدا می کند؟ از می فرمید که حق علا من بر اون نعمه علیه، حق به اصطلاح حق است برگردن اون کسی که بهش نعمت داده شده است، یعنی تکلیف بنده این است که ان یحسن مکافأت منعم، این که من تلافی کار اون کسی که به من نعمت داده رو بکنم. حالا من تلافی باید بکنم، وقتی که او به من نعمتی داد، به من محبتی کرد، من باید تلافی بکنم. حتی در سلام میگه وقتی سلام کردن شما بهتر از اون جواب اونها رو. فإن قصر عن ذلك، اگه نتونستم این کارو انجام بدم، فعلیه ان یحسن الثناء، این که زبانم تشکر کنم، یه تنکیو بگه، خیلی ممنون بگه. فإن کل عن ذلك لسانه، اگر حتی زبانم هم نمیتونه تشکر بکنه، فعلیه به معرفت نعمت و محبت المنعم بها، حداقل توی دلش اون رو دوست داشته باشه. این ببین چقدر تاکید میشه روی این مطلب. فإن قصر عن ذلك، اگه از همه اینها هم این شخص دیگه قاصره، این دیگه اهلیت نداره که به کسی بهش نعمت بده، این دیگه اهلیتش نداره. بله. 17،
کسی که از مردم تشکر نکند از خدا هم تشکر نکرده است. این رو باز مولانا به شعر در آورده: شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. ترجمه یعنی خداوند وقتی که اون توفیقی داده که به تو چیزی بده، باید دست خدا رو ببوسی، ولی آستین رو هم باید در نظر داشته باشی. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حق او لاشک به حق ملحق بود. اینا دیگه معنیش بود. شکر می کن مر خدا را در نعم، نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم. شکر خدا رو به جا بیار، اما شکر خواجه رو یاده نرا، که ما در ما مردم اینه، در ما مردم اینه. یعنی به جای تشکر میگیم آقا غذای گفته بود خیلی عالی بود، خوب بود، اما این اما پدر ما رو درد میکنه. این سخنرانی کرد یک ساعت اینجا بنده سخنرانی میکنم، حالا 40-50 ساعت هم راجعش مطالعه کردم، بعدا میاد بیرون میگه که آقا اینجا ایشون چرا اینطوری بود. بله آقا، ما بالاخره دیکته که می‌نویسیم غلط هم داریم دیگه، ما این قبول داریم غلطه، ولی شما تو دلت، یعنی بعضی هستن اینطوری فقط میگردن دنبال اینی که ببینن زباله ها کجاست، فقط دنبال زباله. در بین شما هرگز نیستن، من در بین مستمعین خدا پیدا کردم، ولی بوده که اینطوری شده. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حتی او لاشک به حق ملحق بود. شکر میکن من خدا را در نعم، نیز میکن شکر و ذکر خواجه هم. رحمت مادر اگرچه از خداست، خدمت او هم فریضه است و سزاست. خدمت مادر شکره که در اینجا میخونیم لقمان میگه زین سبب فرمود حق صلوا علی، که محمد بود محتال الی. خداوند فرمود پیغمبر اکرم محتال الی بود. محتال الی میدونی یعنی چی؟ یعنی همه حیله ها رو میبردن به سمت پیغمبر. مردم تو هر کاری که میموندن میگفتن پیغمبر یک کاری برامون میکنه، حیله میکنه، نقشه میکشه و به ما راه نشون میده. و این شکر، این نعمت، خیلی نعمت بزرگیه که محمد بود محتال الی. در قیامت بنده را گوید خدا هین چه کردی آنچه دادم من تو را. این روایت ها مولانا به چه در آورد؟ در روایت میگه، میگه ببینم تو شکر نعمت رو به جا آوردی، گوید ای رب شکر تو کردم به جان. بله من شکر تو رو زیاد به جا آوردم، چون ز تو بود اصل آن روز یونان. من میدونم روز یونان از تو بود. گویدش حق نه نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. اون کسایی که فنشون اکرام بوده شکر اونها رو به جا نیاوردی. بر کریمی کرده ای ظلم و ستم، نه ز دست او رسیدت نعمتم. نسبت به اون کریمی که از دست او نعمت من به تو رسید، تو ظلم کردی. ظلم کردی، ظلم به مردم یکیش اینی که شما شکر او رو به جا نیاوردی. 18 مؤمن ناسپاسی می شود، یعنی میان شما خدمت میکنی ناسپاسی به شما میکنن. حضرت علی میفرمایند اتق شر من احسن تعالی به شر، از شر بترس، از شر کسی که به او خوبی میکنی. اصلا خوبی میکنی مخصوصا تو بعضی از ماها هست، اصلا انتقام باید بگیری. اصلا نمیشه یه روزی از خوبی این باید من انتقام بگیرم. دلیل روانشناسی هم داره، الان وقت اذان من نمیتونم بگم، واقعا روانشناسی امروز ثابته شما به هر کس خوبی بکنی اکثرا کسایی که ظرفیت ندارن در صدد انتقام از شما هستن. حالا حضرت به ما چی میگه؟ میگه لا یزهدنک فی المعروف، مبادا تو دل سرد بشی و دیگه کار خوب نکنی. من لا یشکره لک، که کسی که نسبت به تو ناسپاسی میکنه بگی این مردم ناسپاسن، قدر منو نمیدونن، منم دیگه این کارو نمیکنم. مبادا این کارو بکنی. چرا؟ خود همین ناشکریه. فقط یشکر رو که علیه من لا یستم تو به شیء من، کسی از تو شکرگزاری میکنه که احتیاجی به شکرگزاری تو نداره. اینا رو من دیگه میبندم. 19 امام صادق میفرماید یه عده هستن که راه نیکوکاری رو بر مردم میبند. لعن الله قاطعی سبیل المعروف. امام صادق میگه خدا لعنت کنه اون کسی که راههای خوبو میبنده. چی راههای خوبو میبنده؟ و هو الرجل یصنع الیه المعروف فیکفر. و اون مردی است که بهش خوبی میشه اما کفران میبنده. شخص مقابلم میگه من دیگه قرض الحسنه نمیدم، دیگه دست کسی رو نمیگیرم، دیگه من خدمت نمیکنم، دستم نمک نداره، دستم رو دار میکنم. از این حرفا درست شد؟ 19 تا شد یا 20 تا شد؟ 19. خب یکیش طلب شما باشه اون یکی رو ما فراموش کردیم. البته خیلی هست، اوصاف شاکران هست، مراتب شاکران هست. وقت گذشته، ببخشید خیلی وقت گذشت. ما
من هر چی راجع به شغل بگم کم گفتم. از شما متشکرم که این همه توجه داری. خدایا چرا گذر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. متشکرم.